تمام این مسائل با یه نیش شروع شد. اول ما از یک کندو شروع کردیم. تلاششان خستگی ناپذیر است. آقا و خانم شریفی، زوج جوان اهل شهر دزرجون که 15 سال هم نشین شهد شیرین و البته نیش زنبور شدن. تا سال 86 همون یک کندو یواش یواش زیاد کردیم، سال 86 شدن 64 کندو. تعدادش که بالا آوردیم یه بیماری گرفتن به اسم لوک آمریکایی. ما که ورشکست شده بودیم، آمدیم خودمون فکرامون رو هم گذاشتیم، توکل به خدا کردیم و همون زنبورستان دوباره از نو احیاش کردیم. دل شیر میخواد که 12 بار ورشکست بشی و زمین بخوری ولی باز هم تسلیم نشی. بار اول 200 میلیون ضرر کردیم. این ورشکستگی باعث نشد که ما زمین بخوریم. پارسال ما از هر کندو 16 کیلو عسل طبیعی برداشت کردیم. دو زنبورستانمون 5 کیلو ژل رویال برداشت کردیم. 25 کیلو گرده گل برداشت کردیم. 10 گرم زهر زنبور عسل، حدود 30 کیلو برامون برداشت کردیم. 400 کیلو موم برداشت کردیم. این زوج جوان تا حالا به بیش از 200 نفر زنبورداری رو آموزش دادن و حالا هم یک کلاس عملی در زنبورستان برای جوونا گذاشتن. این کندو ملکه، چون که جوونه اصل یک طرفه کندو داره. بنده 2 ساله با کمک آقای شریفی زنبورداری شروع کردم از 20 کندو. امسال سال دومه که ارتقا دارم، حدود 60 کندو دارم. دانشجوی رشته زنبورداری هستم که الان اومدم اینجا پیش آقای شریفی به صورت عملی آموزش ببینم و یاد بگیرم. هنوز هم تکنیک‌های تلخی هستن که این خانواده کارآفرین رو اذیت میکنن. بالای 80% فروشگاه های ما عسل دستساز دارن به مردم توضیح میکنن، در صورتی که عسل استان کردستان که باید تو سبد داروی قرار بگیره، دست زنبوردار رو دستش میمونه، یه دلالی میاد یه چکی بهش میده، میره دیگه اون دلالم پیدا نمیکنه. زحمت یک سال زنبوردار میشه یه برگ کاغذ. این زوج سخت کوش نیش ورشکستگی رو به نوش کارآفرینی تبدیل کردن و تلخی و سختی کارشون شهد شیرینی شده که همواره در گلستان زندگیشون جاری. سالانه در استان کردستان 1100 تن عسل تولید میشه که بیش از 3 تنش از زنبورستان های این زوج کارآفرین به دست میاد. دلنیا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دامنه کوه های بدر و پریشان، شهرستان.